یو گایز، چطورید بچه ها؟ من امیرضا هستم و اینجا کانال امید ایکسر. خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم با پارت دوم کریر مود تیم خودم، کریر ایکسر اف سی. اگه از این ویدیو خوش اومدید، چهره منو دارید میبینید، لایک ویدیو رو بزن، سابسکرایب رو بزن و زنگوله گوشش رو حالت آل بزن. این 4 تا مهاجمی که بهتون گفته بودم انتخاب کردیم. ما میریم ترانسفر هاب و بین موکوکو و جکسون و ادلی و ویکتور، شما جکسون رو انتخاب کردیم. میریم برای خرید جکسون که حداقل با 29 خورده هزینه کنیم برای این بازیکن، که ما 30 میلیون اول باش شروع میکنیم. که بله، 30 میلیون رو قبول کرد و اینم مهاجم 22 ساله و آینده دار تیم ما میشه. ولی دیگه بعضی از بازیکنامون دیگه همون ترکیب عادی موندن. حالا اگه من بازیکنی پیدا کردم با 17 میلیون، حتما میریم میخریم برای تعویضیامون، بدیم و بره عشق کنه، بتونه بدرخشه. این مهاجم سیاه چرده و واقعا میشه بگیم بد بدنه. و اینجا بلینگام رو داریم میبینیم، یکی از بهترین و کاپیتان تیم ایکسر اف سی. جکسون همه آزمایش پزشکی رو میده اونجا. دیگو کاسا هم اومده. جکسون عرقی از خودش داره میرزه و ببینید قبول شده. بله، قبول میشه توی تست پزشکی و وارد تیم ایکسر اف سی میشه با اون لوگو زیبا و لباس و شماره 10 رو به این بازیکن تقدیم میکنن. ولی من الان شماره رو درست میکنم، شماره 10 به درد این بازیکن نمیخوره. بریم برای این بازیکن که فصل قراردادم داره. حالا برامون مهم نیست اوورال شنده، ولی دیگه ما میریم سراغش و ببینیم میتونیم این بازیکن رو، خدا کنه که اوورش بالا 70 باشه، یعنی آشغال نباشه دیگه. 7 میلیون من میدم، 1% باش. الان منتظرم اینم اوورال این بازیکن چنده. بریم برای خریدش. اینجا امید رو داریم میبینیم، اون تیپ قشنگ. خودش میگه تعویضی میخوام وایسم، یعنی اوورالش زیاد بالا نیست. 21 سالشه ولی استعداده، میتونیم خودمون استعدادش کنیم این بازیکنو، یعنی میتونیم بازیکن آینده دارش بکنیم. خب اینم از خریدمون که فکر کنم آخرین خریدمون میشه. اوورال چنده؟ 7 میلیون من تو رو خریدم، اوورال چنده؟ یعنی خب نمره 30 گفتی. اوورال 72 به نظر من خوبه، اوورال 72 میارزه دیگه. فعلا میاریمش، میذاریمش ترک تعویضیامون و به نظر من مد نظر نیست بیا توی ترکیب اصلی. این مهاجم نوک و اینم شد از ترکیب تموم شده ما. همه بازیکن درست هم به جز این دفاع وسط و این گوشه ها و تعویضیامون هم یه چند تاشون درست نیستن که حتما توی نیم فصل و همین سه فصل که میریم جلو درست میکنیم ترکیبو. بریم سراغ اولین بازی لیگ، نوریچ سیتی با ایکسر اف سی چمپیونشیپ که لیگ دسته یک انگلیس میشه، یعنی یه دونه بالاتر از این میشه پریمیر لیگ. باید بریم برسیم بهش. خوش اومدید به این بازی. تماشاگر رو وارد ورزشگاه میشن، دوربینا داره آماده میشه، صحنه‌ای از قبل بازی با لباس سوم خودش اومده تو این بازی ایکسر اف سی. صحنه‌ای رو داریم میبینی، یکی از تیمای قوی جکسون دعوا شده مربی امید و بریم برای این مسابقه حساس. خوش اومدید به نورویچ سیتی. ویرمنو، ویرمن با سرعت خود به دارش میره، جکسون رو داره، جکسون میشوته که دروازه‌بان. واکنش عالی این دروازه‌بان. یک کورنر برای ایکسر اف سی. کورنر رو میزنه بلینگام، ضربه هیدو بزنه ولی که نزن. بلینگام میگیره ازش. بلینگام ببینیم اول نفر رو رد میکنه، سومین نفر رو رد میکنه، یه پاس برای جکسون. جکسون پاس میده به این بازیکن، بازیکنی که دیگه مجبور شدیم بیاریمش تو ترکیبمون، ولی بازیکن خوبیه. وندبن بعد میگرفت، یه دفاع به 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 نیکو ویلیام کله رو میزنه جکسون. فلان تا اینجا چیزی ازش ندیم. یه شوت که بیرون، شوت میره بیرون و میریم برای نیمه دوم که مریچ رو میکشیم بیرون و این بازیکنمون رو میاریم تو ببینیم چیکار میتونه بکنه. جکسون، بلینگا، کایسدو. خب این بازیکن خوب داره میدرخشه، اولین حرکت خودش زیبا انجام شد. یه پاس میده به اونور نونو مندز. نونو مندز می سانته، میزنه ضربه رو که گوشه دروازه رو هدف میگیره. ویمر، نیکو ویلیامز در برابر خودش داره، اینور کایسدو کمکش میاد. ون دون نتونست دفاع کنه ولی دیگو کاسا
این دروازه‌بان خوب ما میتونه کارو جمع کنه. یه پاس، یه شوت، گلو زدن. یک هیچ به نفع نوریچ سیتی میشه این بازی. بالاخره زهر خودش رو ریخت این تیم. بلینگام میتونه خوش تنهایی یه کاری برای این تیم بکنه یا نه، همه بعد دست به دست هم بدیم، نباید این تو اشتباه کنه، اونم اشتباه کنه. اوت، یه فکر نکنم بتونیم گل به ثمر برسونیم توی این بازی و این بازی یکیش تموم میشه. پایان این بازی هم میخوره، یکیش باختیم. اشکال نداره، اولین بازیمونه و هنوز تیممونو درست نمیشناسیم. تیم بازی بعدی لیگ که میخوایم بریم این بازی رو اتکینگ هایلایت بکنیم، یعنی کم میخوام کویک سیم کنم توی پارتا، هم اتکینگ هایلایت داریم هم گیم پلی داریم. خوش اومدید به این بازی، میریم برای اتکینگ هایلایت این بازی. و لباسا هم رنگ دیگه، یه باگی که خورده لباسا هم رنگ شده. دقیقه 21 بازی، موقعیت برای تیم XRFC به دست اومده. یعنی XRFC با بلینگام میتونه چیکار بکنه. بلینگام پاس خودش رو داد ولی اون بازیکن استفاده نکرد. دقیقه 24 بازی، دوباره یه موقعیت دیگه، دوباره هم دست بلینگام. اصلا من نمیبینم واقعا بازیکنامونو. بلینگام نمیبینم، هم رنگن اینا، اشکال نداره دیگه، باگای اوله دیگه. خب فکر کنم یه موقعیت خوب نصیب ما هم شد. اینم خیلی راحت دست دادیم. بازی 0-0 دقیقه 59 و خیلی الکی داریم موقعیت رو از دست میدیم، اونم به خاطر اینکه من نمیدونم کی به کیه. اینا مهاجم، الان من نمیبینم بازیکنمون رو. الان من تازه پاس دادم فهمیدم این با این. خب یه کورنر، جود بلینگام میخواد این کورنر رو بزنه. بلینگام کورنر رو میزنه، ببینیم کی ضربه هدو میزنه که میره بالای دروازه. این بازی 0-0 تموم میشه و بازی دوممونم مساوی شد. کلا یک امتیاز روی جدول داریم و مراقب باشیم که بتونیم جزو فکر کنم 6 تا تیم اولام بشیم، میتونیم راه پیدا کنیم. و رسیدیم به کارابو کاپ. کارابو کاپ که بریم برای اینم، بریم برای هایلایتش، بریم اتکینگ هایلایت. خوش اومدید به این بازی کارابو کاپ که با یه تیم ضعیف افتادیم توی ورزشگاه خودمون. بازم لباسا هم رنگه و من حواسم نبود لباسا رو درست بکنم. خب دقیقه 4 بازی، موقعیت داریم ما، چیکارش کنیم؟ پاس بدیم دیگه، سانت میکنیم. جود بلینگام اونجا هست، ایو حاضر. خب این اولی موقعیت دست رفت. بازی دقیقه 16، یه کورنر، ماریچ میخواد این کورنر رو بزنه. ماریچ که یکی از واقعا استعدادهای ناشناخته است. میده جکسون، جکسون واقعا تا حالا هیچ کاری نکرده، هیچ کار مفیدی برای این تیم انجام نداده. دقیقه 18 بازی، لباس ها اینقدر هم رنگی که من نمیبینم. جکسون یه گل آکروباتیک میخواست بزنه. خب بدیم ماریچی، بهتر میزنه، ذره بر رو میزنه، جکسو توی دروازه، اولین گل خودشو میزنه این بازیکن سیاه چرده بد بدنه. خب عجب بازیکن خوبیه، میتونه باشه برای تیم، هنوز اطمینان ندارم بهش، میتونه برای تیم ما خوب باشه در آینده. یه موقعیت دیگه برای تیم به دست اومده، بازی یکیچه و یه تک به تک برای این بازیکن. پاس میده به جکسون و تمام. جکسون دبل میکنه توی این بازی، بیا چهره اونو میبینی جکسون این بازی کن و تمام. 2-1 این بازی رو بردیم و کارابو کاپ و یه مرحله دیگه رفتیم به سمت بالا. ایشو ببینم، بله 6 تا تیم اول، فکر کنم 2 نفر اول مستقیم میرن و یه نفر که میمونه بین از اون 4 تیم فکر کنم یه کاپی برگزار میشه، یکیشون باید بره بالا. آخر رسیدیم بازی بعدیمون که این بازیکنم از تیم رفت. بریم سراغ این بازی که این بازی رو من میخوام کویک سیم کنم دیگه، بعد از مدت ها و یه کویک سیم هم بزنیم. کویک سیم رو من میزنم که 2-1 بردیم. بیا بلینگام و جکسون برامو گل زدن. جکسون تا الان مهاجم خوبی بوده، فکر کنم 3 تا گل به ثمر رسون توی 3 بازی، 3 تا گل واقعا خوبه توی لیگ. و الان توی جدول 12 شدیم. رسیدیم به بازی بعدی لیگ که واقعا خیلی از این تیم‌ها رو من نمیشناسم. ماریچ هم براش پیشنهاد من 11 میلیون خورده پیشنهاد براش اومد، 12 و 600 قبوله. ببین
بریم برای کویک سیم کردن این بازی که این تیمم 0 امتیاز داره، فکر نکنم در حد تیم ما باشه. کویک سیمو میزنم که 2-1 بردیم. به 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 بلینگام و میریتی، فابیو میریتی که واقعا بازیکن خوبیه و استعدادیه واقعا برای خودش. جوون، همه بازیکنامون واقعا جوون و استعدادن. خب به یه تیم قوی خوردیم که همه امتیازه و بریم برای گیم پلی. میخوام برم برای گیم پلی کامل این بازی رو که به نظر من جذابم میشه. الان آفیس ما هنوز فعلا 9 میلیون داریم، هنوز بازیکنمون نرفته. بازیکن رفت، ماریچ رفت و الان میریم سراغ یه دونه LW. واقعا دیگه الان 100% LW رو میخوایم. بازیکنم فکر کنم بازیکن خوبیه، من اینو میذارم و 9 روز میگذاریم بگذره تا ببینیم اوورالش چنده و قیمتش چنده. و فعلا برای LW ما این بازیکنی که خریدیمو میاریم. بریم سراغ گیم پلی این بازی. امیدوارم که لباسا هم درست باشه این بازی. خوش اومدید به این بازی. خیلی سریع داریم لیگو جلو میبریم. جکسون هم مهاجمه. تیم ضعیف، ولی فصل بعد دو فصل دیگه خیلی این تیم خوب میشه که یه گل. گلو خوردیم. ایکسار اف سی یکی چقب میفته. جود بلینگام توی دروازه. جود بلینگام کاپیتان، واقعا میتونم بگم خوب. اگه نبود ما میخواستیم واقعا چی کار کنیم. این کاپیتان قوی. اینجا دفاعمون رد میشه وند ون و اینجا دیگو کاسا واکنش. این دفاع آفک رو میاریم تو که نمیشناسمش واقعا. میاریم تو برای تیم حریف. ضربه رو میزنه، میاد رو پای این بازیکن، فقط دور میکنه. بلینگام یه ضربه هد که میزنه، قدرتش انقدر زیاده، انقدر اوورال این بازیکن بالا، اصلا در حد استاندارد این لیگ هم نیست. این بلینگام انقدر خوبه. پاس فرار یا شوت که بازم دیگو کاسا. مندی از رئال مادرید به آرسنال رفته. 5 تا شوت داشته اون بازیکن. بلینگام 2 تا شوت کرده. یه حرکت زیبا. ویمر خسته شد دیگه. ویرمن که چه شوت بدی زد. یه پاس دقیقه 92 رو نباید گل بخوریم. اگه گل بخوریم دیگه بازی واقعا سخت میشه برامون توی جدول. بله میده به دفاعمون و دفاعمون دوباره مثل همیشه داریم دور میکنیم و تموم میشه این بازی. هم خوبه 1-1 شدیم با این تیممون. واقعا تعویض کردیم و کل تیم به هم ریخت دیگه. استراکشن بدم اگه اشتباه نکنم اسمشو، که استید بگ جویند اتک رو من میذارم برای این بازی کن دیگه. اصلا برگرده دفاع کنه؟ نه، میگیم بره جلو فعلا و به این بازی کنم میگیم اصلا عقب نیا. به این ورم همینو میگیم اصلا عقب نیا. و جکسونم بهش میگیم بازیکن آزاد میتونه باشه، تایگر پلیر باشه که بازی رو تموم بکنه. بهشون این کارا رو دادیم، امیدوارم بتونه بهتر بشه بازی. که میریم برای گیم پلی این بازی و لباسا رو من یه بار نگاه کنم. بله لباسا درسته، فقط یه بار من میخوام کیت دوممون رو بذارم برای این بازی و برای اونا کیت دومشون هم بذارم. برای دوتامون کیت دومه. بریم سراغ گیم پلی این بازی. و هنوز اون بازیکنمون فروش نرفته و من هنوزم باز میام این بازیکنو قرار میدم. بریم با اینکه واقعا بازیکنامون استامینا ندارم، ولی بریم سراغ این بازی. پلی مچو میزنم. بریم سراغ بازی کارابو کاپ. یه شوت که توی دروازه. دروازه‌بان دیگو کاسا چرا اینطوری عجیب و غریب گل خورد؟ کایسدو خودش تنهایی داره این توپو میبره جلو. جلو داره ویرمن میزنه تیرک دروازه. عجب بدشانسی داره میاره این تیم از همین الان. بله گل دومم خوردی. نمیتونی وضعیتمون خیلی بهتر بود که گل سومم بهمون زدن. کورنر برای تیم حریف. بازی 3-0. واقعا دیگه انرژی برای گزارش کردن ندارم. یه شوت دیگه میزنه که دیگه تمومه. یه دقیقه 92 بازی و کاستا اینو بزنه تموم بکنم بشه بازی و هم میخوره. 3-0 باختیم. کوپا رو از دست دادیم دیگه. رسیدیم به این بازی که این بازی رو من میخوام کویک سیم کنم که خیلی هم داره بهم حال میده این کریر. کویک سیم رو زدم که 3-0 بردیم. جکسون، بلینگام و ویمر واقعا بازیکنایی که استاندارد ای ای هم برامون هیچ گلی نزدن. بازیکنایی که خریدیم فقط میتونن گل بزنن. خ
خب الان بازیکنمون فروش نرفت، خب فروش رفته دیگه، بریم برای خرید یک بازیکن خوب که این هنوز اوبرالش معلوم نشده، بذار معلوم بشه میریم حتما برای خریدش. 6 و قیمتش هم خوبه و واقعا بله بازیکن خوبیه، بریم برای خریدش که من از چقدر 12 میلیون شروع کنم دیگه. 12 میلیون و 100 کلوز کن 13 و 100. بله قبول میشه و این بازیکن هم داره، هودسون ادویی بازیکن خوبیه و میتونه تیمو، هودسون ادویه اسمش اگه اشتباه نگم، 5 ساله باش بستیم و اینم از حقوق و ایناش تمام. اینم از آخرین خریدمون دیگه، واقعا این آخرین خریدمون بود، هودسون رو خریدیم دیگه، خیلی اسمش طولانیه، من همون هودسونش رو میگم شما دیگه بفهمید دارم چه بازیکنی رو میگم دیگه. اینا رو همه رو خط میزنیم و اینم از خرید آخرین خریدمون بود. این تو آفیس الان برم من 11 میلیون دارم که میذارم برای نیم فصل دوم و اینا رو دیگه اسکیپ میکنیم، بریم دیگه تموم شد نقل و انتقالات، میریم دیگه برای فصل اول و نیم فصل. بریم برای بازی بعدیمون هول سیتی اگه اشتباه نکنم اسم این تیم، و میریم برای خب مثل اینکه این تیم قویه، 13 امتیاز داره تو جدول، ما هفتمیم و اون بالاتر از ما. اتکین هایلایت این بازی که امیدوارم بتونیم کارو در بیاریم، سراغ اتکین هایلایت این بازی که امیدوارم بتونیم ببریم این تیم، و یه تیم 13 امتیاز است و بالا سر ما دیگه، ما هم فکر کنم هفتم جدولیم، یعنی اختلافا خیلی کم شده. جود بلینگام یه پاس برای جکسون، جکسون میاد بشوده که نمیذاره، موقعیت نصیب جکسون شد، دقیقه 19 یه موقعیت دیگه داره XRFC، این از این موقعیت میتونه استفاده بکنه یا نه، مهاجمشون فرار کرده، یه پاس بیرون میده براش، خوب داره میره جکسون، بلینگام دقیقه 54 بازی 0-0 و یه موقعیت دیگه هم به دست اومده و جکسون یه سانت میکنه که سانت خوبی هم بود ولی اینم به موقعیت نمیرسه، بازی دقیقه 56 و هنوز هم 0-0، هنوز 0-0 و این داره همینطوره موقعیت به امیده. اوهای چقدر اشتباه، 0 شد این بازی، 0-0 شد، اینقدر موقعیت خرجه این باگ، و شما ببین اصلا لذت ببره این بازی، اصلا چرا اینقدر باگ شده تو این بازی، من جدیدن نمیدونم چرا اینا، این بازی 0-0 شد که به اتک هایلایت عادت نداریم دیگه، فکر کنم باید گیم پلی کنیم یا کویک سیم کنیم بازی ها رو، و هفتم جدولی اون پنجم جدوله، بریم برای کویک سیم کردن این بازی، اینم تیم خوبیه و 13 امتیاز داره، کویک سیم رو من میزنم که 2-1 بردیم، بلینگام و جکسون برامون گذاشتن و مهاجممون رو هنوز نیاوردیم تو. هی میگم چرا داریم بعد بازی میکنیم، چرا اینطوریه، چرا یه چیزی کمه، به خاطر اینکه ما الان نداریم، بازیکن 60 خورده ای داره اینجا بازی میکنه، بیارش تو، به 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 این بازیکن. همینجا این پارت رو نگه میداریم و میریم سریع سراغ پارت سوم کریر تیم خودم که امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشه. این پارت دوم لایک ویدیو رو بزن، سابسکرایب رو بزن، زنگوله گوشش رو راحت آل بذار که هر موقع ویدیو جدید گوشم با خبر بشی. تا یه ویدیوی از کانال امید ایکسار و پارت بعدی کریر تیم خودم، بدرود.